بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته طیبین الطاهرین. عظم الله لكم الاجر فی مصیبه مولانا ابا عبدالله الحسین و جعلنا من الطالبین بثاره. شناخت سید شهدا علیه الصلاة و السلام آنگونه که باید او رو معرفی نمود و حقیقت شناخت او محال است، ممکن نیست اون حقیقت نورانیه ولائیه انبیا و اولیا و اوصیاء انبیا رو شناخت، به کنه شناخت ممکن نیست. شناخت ولایت اونها و شؤونات اونها، امر اونها همچنین ممکن نیست. مصیبت سید شهدا بزرگی او را نتوان شناخت و همچنین صبر بزرگ سید شهدا علیه السلام را که خود صبر از صبر او عاجز مانده نمیتوان به حقیقت شناخت. اونچه که بر ما مقداری لازم است که از شخصیت سید عالمیان، آقای عالمیان، اندکی در زمینه او سخن بگوییم و او را بشناسیم، باید جستجو در مبدأ آفرینش کنیم و به حقیقت شناخت نورانیت و روحانیت و شناخت شؤونات اون حقایق نورانی اندکی به معرفت خودمون نسبت به امام حسین علیه السلام بیفزاییم. مبدأ آفرینش نور پاکیزه سید شهدا علیه السلام از همان حقیقت نور عظمت پروردگار است که شناخت او قطعاً دشوار است. روایاتی که از اهل سنت یا شیعه در این زمینه هست به طور گسترده آمده. در یه روایتی آقا رسول الله به ابن مسعود فرمودن، ابن مسعود، خدای عزوجل مرا آفرید، علی و حسن و حسین را آفرید، من نور عظمتهی قبل الخلق به الف عام، 2000 سال پیش از آن که سایر مخلوقات را بیافریند ما را پروردگار عالمیان از نور عظمتش آفرید. حالا چون ادامه این سخن در این زمینه امر مجال واسع میطلبه، ما اسرار رو در ارتباط به سید شهدا و خود خدای عزوجل خدمت همه دوستان اون حضرت عرضه می داریم. در کلمات باری تعالی، یعنی در کتب آسمانی از تورات و انجیل و قرآن و سایر صحف، سخن از بزرگی و بزرگواری سید شهدا علیه السلام فراوان آمده است که ما فقط اکتفا میکنیم به قرآن. در کلام پروردگار، در تکلیماتی که پروردگار عالمیان با سید شهدا علیه السلام دارد، نه اون آیات و نه اون سخنانی که نسبت به این آقا خدای عزوجل فرموده، بررسی او هم نیاز به کتابهای فراوان است. اون چه که مهم است در یک فقره از فرمایش مهم آقا رسول الله که در حدیث متواتر و به بیان حدیث ثقلین یا ثقلین مطرح شده است، آقا رسول الله سفارش فرموده است به دو امر گرانبها. اون دو امر رو قرآن و عترت برشمرده است. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. این دو امر، دعا
دو امری است که لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، هیچگاه از یکدیگر جدا نمی شوند. حالا خدای عزوجل تو این قرآنش اسباب تقرب بنده رو از نماز و روزه و حج و زکات و غیره مطرح فرموده و فرموده است هر کس وسیله قرب من رو بخواهد باید توجهش معطوف بشود به این وسائل و ابزاری که من برای او قرار دادم. اما بالاترین وسیله‌ای که من برای شما اختیار کردم محبت و ولایت خاندان عصمت و طهارت می باشد. حالا سخن ما در این است که ببینیم امر آقا سید شهدا مبدأش از کجاست، رابطه سید الشهدا علیه السلام با خدای عزوجل از کجا شروع شده. حاکم اسکانی کتابی داره به نام شواهد و تنزیل، یه روایتی رو در اون کتاب نقل کرده از آقا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، میفرماید اون حضرت فرمود ان امرنا و امر شیعتنا یوم خلق السماوات والارض على سنت موسی و اشیائه، امر ما و امر شیعیان ما آنگاهی که خدای عزوجل اراده کرد آسمان ها و زمین ها رو بیافریند از آن روز می باشد. مبدأ پیدایش دوستان امیر مؤمنان، شیعیان امیر مؤمنان، اگر بخواهیم جستجو کنیم باید از اونجا جستجو کنیم یا به قرآن مراجعه کنیم، قرآنی که عترت از او جدا نیست، هم مع القرآن و القرآن و معهم. در حدیث می‌فرماید لا یفارقونه حتی یردا علی الحوض، پیغمبر فرمود اینا از همدیگه جدا نمیشن تا در کنار حوض کوثر حاضر شوند. حالا تکلیمات و سخنانی رو که در قرآن یا در کلمات قدسی پروردگار نسبت به سید الشهدا هست ما اینها رو باید اینگونه مطرح کنیم. در قرآن آیاتی هست که اشتراکی است، یعنی مشترکند در اون آیات مؤمنین، مشترکند در اون آیات مردم، مشترکند در اون آیات انبیا، مشترکند در اون آیات اوصیا انبیا. پس از اون آیاتی هست که در اون آیات پیغمبر با اهل بیت او در اون آیات مشترکند، مثل آیه تطهیر، مثل آیه صلوات، مثل آیه اطعام و همچنین. اما بعضی از آیات هست که در قرآن مطرح شده و در اون آیات مختص آقا سید الشهدا علیه السلام هست که اندکی پیرامون اونها از زبان وحی یادآور اونها میشیم. اما قبل از اون بپردازیم به اون نسبت‌هایی که سید الشهدا با خدای عزوجل در تکلیمات خودشون دارن. خدای عزوجل اولیاء خودش رو این گونه خوانده است، میفرماید امر اونها امر من است، اطاعت اونها اطاعت من است، ولایت اونها ولایت من است، دوستی اونها رضایت اونها دوستی و رضایت من است، دیدار اونها زیارت اونها زیارت من است، آنها علم منند قدرت منند، دست توانای من، چشم بینای من و قلب آگاه من میباشند. به این صورت لابلای روایات این گونه مطرح شده، آدم را صفت الله می خوانند، ابراهیم را خلیل الله می خوانند، نوح را نبی الله و موسی را کلیم الله، عیسی را روح الله
و آقا رسول الله را حبیب الله میخوانند. حالا جهت انتصاب آیا کسب شرافت است؟ آیا مطرح کردن به این است که چون این بزرگواران در منتهی درجه از کمال و اتصال به معدن وحی و رسالت آمیخته شده با محبت الهی متصف به این اوصاف پاکیزه شده اند. اون چه که حائز اهمیت است آن است که در بعضی از تکریمات نسبت به آقا سید الشهدا علیه السلام این گونه مطرح شده است. انس ابن مالک میگوید من با آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام آمدیم تا کنار قبر حضرت خدیجه سلام الله علیها. آنگاه سید الشهدا به من فرمودند انس از من دور شو، من میخواهم با خدای خود مناجات کنم. میگوید من خود رو پنهان کردم، اما وقتی دیدم سید الشهدا نمازش طولانی شد شنیدم در نماز خود اینچنین با خدای خود سخن میگوید یا رب یا رب انت مولاه فرهم عبیدن الیک ملجاه. یه وقت میگوید با این مناجات شنیدم از آسمان چنین صدایی برخاست لبیک عبدی و انت فی کنفی و کل ما قلت قد علمنا. بنده من صدای تو رو شنیدم، صوتک تشتاقه ملائکتی فحسبک الصوت قد سمعناه. این گونه تکلیمات رو نسبت به سید الشهدا فراوان نقل کردن. در حدیثی امام صادق می‌فرماید پیغمبر تو خانه فاطمه زهرا بود، سید الشهدا امام حسین در دامان پیغمبر، ناگهان گریست پیغمبر به سجده افتاد، آنگاه فرمود فاطمه من ان العلی الاعلا ترا آلی فی بیت که هازا ساعتی هازهی فی احسن سوره و احبها. فرمود الان خدای عزوجل در بهترین کیفیت بر من خود رو نمایان و به من خطاب کرد ای پیغمبر اتحب بل حسین، آیا حسین را دوست می‌داری؟ عرض داشتم آری، حسین نور چشم من است، حسین میوه قلب من است، تا حسین پوست ما بین دو چشم من هست. تا آنجا که می‌فرماید پیغمبر دست خود را گذاشت روی سر فرزندش حسین و فرمود بورک علی مولود. فرمود خدای عزوجل می‌فرماید چه پاکیزه است مولودی که بر او باد برکات من، صلوات من، رحمتهای واسعی من، رضوان من. ای پیغمبر تو بر این فرزندت سلام من را برسان و او را بشارت بده. حالا معنای این که خدای عزوجل دست لطف و رحمت خودش رو، خدا که منزه است از اینکه دارای دست و گوش و چشم باشد، مراد از این اون رحمت واسعه است که پروردگار عالمیان اراده کرده است از لطف خود به او عنایت کند و او را مظهر رحمت و لطف و فیض خود قرار دهد. در حدیث امام صادق می‌فرماید خدای عزوجل برای زوار سید الشهدا تجلی می‌کند قبل از آن که برای اهل عرفات تجلی کند، یعنی آنها را به رحمت واسعه خود فرا می‌گیرد. اینجاست که حدیث قدسی از خود خدای عزوجل وارد شده که فرمود انی جعلت الحسین سببا و وسیله لرفع نقصانهم و ترفیع درجتهم. من خدا قرار دادم حسین را سبب و وسیله برای برطرف کردن کمبود و ترفیع درجه همه خلق، باب مبتلای همگان است. سید الشهدا سبب ترقی و درجات برای همه خلق، انبیا، اوصیا، اولیا،
قرار گرفته است. حالا بخوام اشاره کنم به روایات سنگینی که در این زمینه فرمودن و معنای او شاید سنگین باشه، نیاز داشته باشه به یک جلسه تا اون حدیث مورد معنا واقع بشه. حدیثی است از صفوان جمال که آقا امام صادق فرمود خدای عزوجل از کنار عرش خودش در هر شب جمعه هبوط می کند، یعنی امر خدا، یعنی رحمت خدا، یعنی لطف او هبوط می کند با ملائکه مقرب و انبیاء مرسل و اوصیا و خاتم انبیاء و خاتم اوصیا. اینا تنزل می کنند، فرود می آیند از آسمان چهارم برای زیارت سید الشهدا در شب جمعه. معنای این چیست؟ نیاز به در یک بیانی ابن جوزی در نحوه غضب خدا اینگونه بیان می کند، می گوید ما وقتی غضب می کنیم رگ گردن متورم می شود، صورت سرخ می شود. خدا روز عاشورا غضب کرد، غضب او همون سرخی بود که در افق آشکار گردید، چرا که خدا منزه است از جسمیت. اینجاست که پیغمبر فرمود خدای عزوجل حسن و حسین رو دوست داره من فوق عرشه، از بالای عرش خودش این دو آقازاده رو دوست داره. رضا در زیارت فرمود اشهد و انک قتیل الله و ابن قتیله، تو کشته شده خدایی، یعنی در راه خدا کشته شدی، برای خدا کشته شدی. در جای دیگه می فرماد اشهد و ان دمک سکن فی الخلد، خون تو جایگاهش بهشت خلد است. عباراتی که در ارتباط به خدا و سید شهدا در لابلای روایات مطرح شده به طور گسترده و فراوان است، از اونها این عبارتی است که در مقتل است، می‌فرماید ان الله عز وجل قد نشاء ان یراک قتیلا، خدای عز وجل خواسته حسین جان تو رو کشته ببینه، اهل بیت تو رو اسیر ببیند، خدا چنین خواسته، خدا چنین اراده کرده. حالا سر او چیست؟ ان شاء الله عرض خواهیم کرد. اشهد انک وتر الله الموتور فی السماوات والارض، خونبهای تو هم خود خدا شد. اگر خدا خواست تو رو کشته ببیند، خود او هم خونبهای تو شد. اشهد انک صار الله و ابن ثاره. لذا در حدیث زیارت می فرماید من اتاه ظاهرن فی زمان الله ولم یزل فی حفظ الله. به این مزامین لاولای روایات زیاده که کسی که زیارت سید الشهدا رود گویا خدا رو در کنار عرش یا در علیین زیارت کرده. اشاره کنم این از تکلیمات، اشاره کنم به کلماتی که در قرآن مجید در وصف آقا سید الشهدا علیه السلام وارد شده. بعضی از آیات اختصاصی از این قبیل است. آیه‌ای که می‌فرماید و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. در اینجا امام صادق ذیل این آیه این گونه می‌فرماید، امام باقر می‌فرماید، فرماد قال هو الحسین ابن علی قتل مظلوما، حسین ابن علی کشته شد، مظلومانه کشته شد. و خدای عزوجل می‌فرماید ما برای ولی او سلطنت بر او قرار دادیم. ولی او کیست؟ فرمود حضرت صاحب آن لقبی رو فرموده که باید برخیزیم. فلا یسرف فی القتل، اون آقا وقتی که انتقام بگیرد به عنوان خونبهای سید الشهدا اسراف در قتل نمی کند، اوست منصور و یاری شده.
این یه آیه از آیاتی که در ارتباط به سید شهدا هست. خلاصه اگر سید شهدا بیان این شده که قرآن هدایت برای بشر است، همین قرآن بیان می کند که سید شهدا هادی مردم است، هدایت کننده خلق است. اگر قرآن معجزه است از جانب پروردگار به زبان پیغمبرش، امام حسین علیه السلام روز عاشورا در ساعاتی معجزه کرد، سر او بالا آینه قرآن خواند و اعجاز را تمام کرد برای قرآن. سید الشهدا کسی است که ذکر مصیبت او خود ثواب پاداش فراوان دارد، همان گونه که قرآن خواندن و نگاه قرآن، استماع قرآن پاداش فراوان و ثواب فراوان دارد. گریه بر او، تواکی بر او سبب افزایش ثواب است. قرآن کتاب مبین است و در قرآن هم فرموده است و کل شیء احصیناه فی امام مبین. اگر قرآن شفا و رحمت است، سید الشهدا وجود نازنینش سبب شفا از همه امراض است. یکی از آیات این آیه بود. آیه دیگر می‌فرماید فتلقا آدم من ربه کلمات فأتمهن. خدای عزوجل وقتی به حضرت آدم کلمات رو عرضه داشت به عنوان اینکه آدم توبهش پذیرفته شود و خدا رو به اون اسماء بخواند، در روایات عامه و خاصه فرمودن مقصود از اون کلمات، کلماتی است که در روایت می‌فرماید یا قدیم الاحسان به حق الحسین. با این کلام خدا را خواند و خدای عزوجل دعا او را به هدف اجابت رساند. یکی از آیاتی که فرمودن این آیه شریف است، وقتی که از مدینه پیغمبر بیرون می آمد این آیه نازل شد، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. ذیل این آیه شریفه امام صادق می‌فرماید این آیه نزلت فی علی و جعفر و حمزه و جرد فل حسین ابن علی ابن ابی طالب. این آیه شأن نزولش در ارتباط با امیر مؤمنان و جعفر و حمزه است، اما تأویل باطنی او در ارتباط به آقا سید الشهدا است. آیه دیگری که در اینجا مطرح است و مختص سید الشهدا هست، آیه و وصینا الانسان بوالدیه حملته کرها و وضعته کرها، که ذیل این آیه شریفه در روایات متعدد به اسانید معتبر آمده است که حضرت زهرا وقتی حامله شدند به سید الشهدا، جبرئیل فرود آمد و بر پیغمبر آیه را آورد و فرمود که خدای عزوجل تو را بشارت داده است به مولودی از دخترت فاطمه زهرا که او را امت تو پس از تو خواهند کشت. روایت مفصل است که بی دو عالم فرمود من و احتیاج به فرزندی نیست که او را این گونه شهید نمایند. بزرگی مصیبت سید الشهدا بر قلب فاطمه زهرا سلام الله علیها، شیر رو در وجود ایشان برای فرزندش خشکانید و آقا سید الشهدا از زبان پیغمبر و از انگشت سبابه پیغمبر شیر نوشید تا خود را فدای جد خود و دین جد خود نماید. انشاءالله در مجالس بعد دنباله عرائض خود را پیرامون شأن و فضیلت و منقبت سید الشهدا ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.